با خبرهایی از تحولات سوریه اخبار را ادامه می دهیم. یکانهای ارتش آزادی سوریه مقر نظامیان اسد در منطقه جوبر در دمشق را منهدم کردند و نیروهای مستقر در آن را از پای درآوردند. رزمندگان همچنین یک مرکز مزدوران بشار اسد در ورزه دمشق را با موشک هدف قرار دادند. اداره خودروهای نظامی اسد نیز در هرستا توسط رزمندگان سوری با خمپاره هدف قرار گرفت. تلویزیون اورینت گزارش داد ارتش آزادی سوریه با نظامیان بشار اسد در منطقه خالدیه در حمص درگیر شدند و خسارات سنگینی به آنها وارد کردند. در این درگیری ها 23 تن از نیروهای رژیم سوریه به هلاکت رسیدند. تلویزیون الجزیره گزارش داد ژنرال سلیم ادریس رئیس ستاد فرماندهی مشترک ارتش آزادی سوریه هفته ی آینده از آمریکا دیدار می کند. وی قرار است به سازمان ملل برود. اپوزیسیون سوریه گفت از اینکه کنگره آمریکا جلوی طرح ارسال سلاح برای رزمندگان سوری را گرفته ناامید شده است. با آخرین خبر این ساعت، جان کری وزیر خارجه آمریکا بعد از ملاقاتی که با محمود عباس رئیس دولت فلسطین داشت گفت به نظر میرسد برای اولین بار در 3 سال گذشته اسرائیل و مقامهای فلسطینی به ادامه مذاکرات صلح نزدیک میشوند. وزیر خارجه آمریکا افزود ما به توافقنامه‌ای دست یافتیم که مبنایی برای ادامه گفتگوهای مستقیم میان فلسطینیان و اسرائیلی‌ها ایجاد میکند. مقامهای آمریکا میگویند انتظار دارند گفتگوهای مقدماتی 1 هفته دیگر در واشنگتن شروع شود.